سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو قسمت اول از آموزش رویت میخوام به بررسی تمپلیت ها بپردازیم. تمپلیت ها اون بخشی از بستر کار ما هستن که کل پروژه رویت ما روی اون اجرا میشه. یعنی یک صفحه کاریه که شامل همه کامپوننت ها، دیوار ها، پنجره ها و همه اطلاعاتی که ما از قبل روی اون صفحه کاریمون قرار دادیم. یعنی ما هر پروژه جدیدی که میخوایم کار بکنیم باید به یک تمپلیت مراجعه کنیم که صفحه کاری ما باشه. توی رویت به صورت پیش‌فرض وقتی ما نصبش میکنیم این تمپلیت ها حضور دارن. از این بخش نیو وقتی وارد بشیم یک سری تمپلیت به طور پیش‌فرض داخل نرم‌افزار قرار گرفته. البته این تمپلیت مایتی رو من قبلا اضافه کردم. اگه از این بخشایی که به طور پیش‌فرض توی رویت حضور دارن استفاده کنیم، به این علت که نرم افزارهایی که ما تو ایران استفاده می‌کنیم کرک هستن، ممکنه در ادامه کار وقتی می‌خوایم مثلا یک کامپوننتی مثل مبلمان، پنجره یا هر فامیلی دیگه رو به پروژه اضافه کنیم یا بخوام یک فامیلی رو طراحی بکنیم به مشکل بر بخوری و مثلا نرم افزار ارور بده. به خاطر همین ما مجبوریم از تمپلیت‌های دیگه استفاده کنیم. تمپلیت هایی که ما استفاده میکنیم از روی فایل های RVT گرفته شدن. متناسب با رویتی که روی سیستمتون نصبه، یعنی متناسب با اون سالی که داره، مثلا رویت اگه 2020-2019، فایل RVT متناسب با رویت سیستمتون رو باید از اینترنت دانلود کنید. یعنی مثلا اگه رویتتون 2020 تو اینترنت سرچ کنید دانلود فایل RVT 2020. فایل های RVT شامل تمام تمپلیت های مورد نیاز ما هستن و همه لایبرری هایی هم که ما توی ادامه کار نیاز داریم و داخل خودشون دارن. پس قدم اول اینه که فایل RVT متناسب با رویت خودمون رو دانلود کنیم. خب دوستان، ما فایل RVT مون رو که دانلود کردیم میتونیم از این بخش تمپلیت مورد نظرمون رو وارد کنیم. وارد بخش فایل میشیم، آپشن، توی بخش فایل لوکیشنز اینجا لیست تمپلیت های قبلی که توی اون لیستمون بود رو مشاهده میکنیم. برای اضافه کردن تمپلیت جدید این علامت به علاوه رو میزنیم، میایم توی دسکتاپ RVT 2020 در بخش تمپلیت US متریک و دیفالت متریک رو انتخاب میکنیم، اوپن میکنیم و میبینید که توی این بخش وارد شده. حالا برای اینکه دسترسی بهش راحت تر باشه میتونیم فایل رو از این طریق بیاریم به اول لیست. خب اوکی میکنیم. خب به صفحه اصلیمون برمیگردیم. از این بخش اگه بخش نیو مدلز رو انتخاب کنیم، توی این بخش تمپلیت فایل دیفالت متریک میبینیم که اضافه شده و وقتی اوکی کنیم تمپلیت مورد نظر ما توی رویت بالا میاد و میتونیم از این به بعد کارهامون رو روی این تمپلیت انجام بدیم به این صورت که مشاهده میکنیم. اقدام دیگه ای که بعد وارد کردن تمپلیت باید انجام بدیم وارد کردن لایبرری هست. ما قطعا توی رویت میخوایم در ادامه کار از دیوارها، پنجره ها، درها و کامپوننت هایی که توی پروژه وجود داره استفاده بکنیم. اینها بعد خب از همون فایل RVT وارد نرم افزار بشن. برای وارد کردن این لایبرری مورد نیازمون هم مشابه همون بخش روی بخش فایل میزنیم، از بخش آپشن فایل لوکیشن این بار روی بخش پلیسز کلیک میکنیم و باز هم با علامت پلاس میتونیم فایل مورد نظرمون رو از روی دسکتاپ و فایل RVT 2020 انتخاب کنیم. لایبرریز رو میزنیم، US متریک و این بار دیگه روی فایل خاصی کلیک نمی کنیم چون ما به همه اینها در ادامه کار نیاز داریم، از دورز، داگز، فرنیچر و همه بخش ها. اوپن رو میزنیم، باز هم میتونیم بیاریم به ابتدای لیست چون بر اساس اولویت ها انتخاب میشن. اوکی رو میزنیم و تایید. ما الان دیگه توی این تمپلیتمون اگه بخوایم به طور مثال یک در، پنجره یا هر کامپوننت دیگه اضافه کنیم میتونیم از توی لایبرری اون RVT 2020 استفاده کنیم. دوست دارم که چند تا از بخشایی که توی فایل لایبرری هست و خدمتتون نشون بدم. اگه فایل RVT 2020 رو باز کنید و وارد بخش لایبرریز بشین این فایل ها رو میتونید انتخاب کنید. به طور مثال ما وارد بخش دورز میشیم، به طور مثال درهای کامرشیال، درهای رزیدنتال و درهایی که توی پروژه های دیگه مثل کرکره یا هر پروژه دیگه استفاده میشه رو میتونیم ببینیم. یا حالا مثلا برمیگردیم میتونیم وارد فرنیچر بشیم،
مثلا تیبلز، مثلا سایز آیکون ها رو من بزرگ کنم و میبینید که چه پیشفرض هایی توی فایل آرتی 2020 وجود داره. البته در ادامه کار ما میتونیم به این بخش ها اضافه کنیم، میتونیم پنجره خودمون رو طراحی کنیم و به عنوان یک فامیلی دور به نرم افزار اضافه کنیم، ولی به طور پیشفرض این امکانات و این آیتم ها از قبل داخل فایل آربیتی حضور داره. در ادامه میخوایم با هم کار کنیم تا بتونیم واحد رویتمون رو اصلاح کنیم. اگه من کلید U از روی کیبورد رو فشار بدم و اینتر رو بزنم، پنجره پروژه یونیت باز میشه. ما توی این پنجره میتونیم واحد مورد نظر رو انتخاب بکنیم که توی پروژه های ما عموماً از واحد متر استفاده میشه. میتونیم ببینیم که تا چند رقم اعشار خورده استفاده میکنیم و همینطور اون سیمبل مقدار طول های ما رو هم به عنوان M بهمون بده. وقتی این کار رو انجام بدیم و اوکی رو بزنیم، این بخش روی این تیمپلیت سیو میشه. اما ما ممکنه مثلا در آینده بخوایم پنجره ها و درپای دیگه رو به تیمپلیتمون اضافه کنیم. در نظر بگیرید که شما ممکنه چند بار چند تا پروژه مختلف داشته باشیم و نخواهیم هر بار بخواییم دوباره از اول یونیت رو تنظیم بکنیم، بخواییم پنجره ها رو وارد کنیم. پس همه این اطلاعات رو اگه میخواییم همیشه آماده داشته باشیم، این اطلاعات رو باید روی تمپلیت ذخیره کنیم نه روی پروژه، چون پروژه ممکنه بسته بشه ولی تمپلیت میتونه چند بار بعدن استفاده بشه مجددا. پس اگه دیواری طراحی کردیم، اگه پنجره طراحی کردیم، فایل یا اضافه کردیم، بهتره که اینها رو روی تمپلیتمون سیو کنیم. به طور مثال الان من مثلا یونیت این تمپلیت رو عوض کردم و به متر تبدیلش کردم. شما در نظر بگیرید من ممکن از بخش کامپوننت در آینده مثلا یک میزی و یا یک شیء دیگه ای رو هم به این تمپلیت و به اون پروژه مورد نظرم اضافه کنم، ولی علاقه دارم که توی پروژه بعدی هم استفاده بشه. پس اگه میخوام هر سری مجددا ما توی کامپوننت هامون این پنجره ها رو دوباره وارد نکنیم، باید این تمپلیتی که خودمون ساختیم و اون دیفالت متریکی که در اصل ما دوباره تغییرش دادیم رو این رو یه بار دیگه ذخیره کنیم. به چه صورت؟ روی فایل کلیک میکنیم، روی سیو از و تو اینجا میشین که میبینید که یک بخش تمپلیت وجود داره. ما میتونیم تمپلیت خودمون رو هم که این تغییراتی که توش دادیم رو یک بار دیگه سیو کنیم مثل همون دیفالت متریک. میتونیم مثلا توی همون بخش آربیتی 2020 هم بریم، دوباره وارد بخش تمپلیت میشیم، یو اس متریک میبینید که دیفالت متریک این تمپلیتیه که هم الان ازش استفاده کردیم، ولی با توجه به تغییراتی که ما دادیم این تمپلیت هم خب عوض شده و ما میتونیم به اسم خودمون این تمپلیت رو یک بار دیگه طراحی کنیم. من حالا به یه فایل تحت عنوان نیو تمپلیت ایجاد میکنم و سیو میکنم. از این به بعد ما این تمپلیتمون رو همیشه به صورت آماده داریم و دیگه لازم نیست از اون دیفالت متریک هم استفاده کنیم. میتونیم دقیقا از تمپلیتی که خودمون طراحی کردیم و خودمون یونیتش رو تنظیم کردیم استفاده بکنیم. حالا ما نکته اینه که باید این تمپلیتمون هم یه بار دیگه وارد رویت بکنیم. مجددا به بخش فایل میام، وارد بخش آپشن میشم، توی بخش فایل لوکیشن، حالا این بار باید اون تمپلیت جدید رو هم مجددا وارد کنم. میبینید که اون نیو تمپلیتی که من ایجاد کردم در این بخش حضور داره. اوپن رو میزنم، اضافه شد و باز به خاطر اولویتی که داشته باشه روش کلیک میکنم و اینو به ابتدای لیست میارم و اوکی. خب ما از این به بعد دیگه میتونیم هر پروژه‌ای رو که داریم کاملا روی تمپلیتی که خودمون طراحی کردیم اجرا بکنیم. در ادامه میخوایم به بخش‌های دیگه از فایل آپشن بپردازیم. ما میتونیم یوزر اینترفیس و گرافیک صفحمون رو هم عوض کنیم. وارد بخش فایل میشیم، مجددا آپشن، تو بخش اول یوزر اینترفیس. تو این بخش حالا نمیخوایم دقیق وارد همه جزئیات بشیم، شما میتونید کاملا طراحی نرم افزار رو بر اساس سلیقه خودتون تغییرش بدین. مثلا میتونید تم صفحه رو از لایت به دارک تغییر بدین، میبینید که این بخش بالا مشکی رنگ شد. و یه جزئیات دیگه ای که میتونید در ادامه خودتون باهاش کار بکنیم و حالا سیمبول ها و این تب ها رو به سلیقه خودتون عوض بکنید، ولی من توصیه میکنم که به همین شکل بمونه، چون در آینده اگه بخواید آموزش های دیگه ببینید یا توی پروژه های دیگه کار کنید، بهتره که از ابتدا با اون حالت دیفالتش کار کنید. تو بخش گرافیک هم به همین صورت میتونیم یک سری از بک‌گراند های کار و یک سری کار رو به طور مثال به رنگ قرمز در بیاریم، مشکی یا هر رنگ دیگه. مثلا اگه وارد این بخش بشیم و
یه مشکی رو انتخاب کنیم و اوکی بزنیم، میبینی که زمینه کار مشکی میشه و تا حدی شبیه خود نرم‌افزار اتوکد میشه. ولی باز هم توصیه میکنیم که از حالت دیفالت استفاده کنید که بعدا اگه پرو به پروژه دیگه برخوردین خیلی با حالت دیفالتتون فرق نکنه و بتونید به راحتی از اون فایل استفاده کنید. رو حالت سفید میذاریم و به حالت قبل برمیگردیم.